بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. یکی از موضوعات و مطالبی که دین مبین اسلام به آن تأکید کرده، احترام گذاشتن به بزرگترها و کسانی هست که بزرگسال هستند و سنی از آنها گذشته. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه می فرماید که روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مجلسی حضور داشتند و یک فردی که سن بالایی داشت، پیرمردی بود، وارد مجلس شد. وقتی که اون مرد وارد شد، کسانی که در مجلس بودند تکان نخوردند، جایی رو برای اون پیرمرد باز نکردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. کسانی که به کوچکان ما رحم و شفقت نداشته باشند و احترام بزرگترها را نگه ندارند از ما نیستند. پس بنابراین این یک وظیفه شرعی هست، یک وظیفه دینی هست برای من و شما که افرادی را که ریش سفید هستند، بزرگتر هستند، سنی از اونها گذشته، ما باید به اونها احترام بگذاریم و اون وظیفه شرعی و قانونی را که در برابر افراد بزرگتر از خودمون داریم باید انجام بدهیم. حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردند میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان من اجلال الله اکرام ذی شیبه المسلم. یکی از مواردی که تجلیل از خداوند متعال هست، یک بزرگی هست، اعلام بزرگی هست، این هست که ما به کسانی که ریش و محاسنشون سفید هستند، مسلمانانی که بزرگسال هستند، به اونها احترام بگذاریم و بزرگداشتی رو خدمت آنها ما باید داشته باشیم. در حدیث دیگر سید ابن یزید انصاری رضی الله تعالی عنه نقل میکند از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند که شما مسلمانان، شما پیروان من، به اندازه‌ای که از یک فرد صالح و نیکوکار، از یک فرد بزرگسال در میان قوم خودتون شرم و حیا دارید، به همان اندازه شما باید از الله متعال هم شرم بکنید. این حدیث معنیش این است که انسان مسلمان باید اون وقاری رو که الله متعال به یک پیرمرد داده، به یک انسان بزرگسال و ریش سفید داده، انسان مسلمان موظف هست که این وقار و احترام و بزرگداشت را باید رعایت بکنند. بزرگتر بودن در سن را، در علم را، در جایگاه اجتماعی را حتما باید مراعات بکنند. اگر ما میخواهیم واقعا مسلمانی باشیم که در ریز ریز احکام و تمامی دستورات اسلامی پایبند شریعت باشیم، این هم یکی از مواردی هست که ما باید مراعات بکنیم و احترام بزرگترها را و افراد بزرگسال و ریش سفید را انشاءالله نگه داشته باشیم. تا برنامه دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.